سلام، سرخط خبرها. قاس احمد مسعود بر عدم سازش با طالبان، کشته شدن دو طالب در کابل، با اشجار از حمله اسرائیل بر ایران، ادامه اخبار بامدادی از خراسان اینترنشنال. آمده کرزی عملات ایران بر اسرائیل را عقب مشروع دفاع از خود خواند. جبهه مقاومت میگوید که دو جنگجوی طالبان را در کابل کشتند. مکال میگوید که ترامپ نمیخواهد آمریکا مانند خراسان در اوکراین نیز باشد گست روبرو شود. گاردین میگوید که خانواده های همکاران سابق نیروهای بریتانیایی در کشور ممکن است پاکستان اخراج شوند. احمد مسعود میگوید که نتیجه هر نوع مماشات با طالبان ظلم بیشتر بر مردم کشور است. جمهوری ایران میگوید که فرزندان ما صفحه جدیدی از تاریخ اقتدار ایران را رقم زدند. رهبران گروه G7 حمله ایران بر اسرائیل را محکوم کردند. اسرائیل میگوید که به دنبال تجدید تنش با ایران نیستند. آمریکا میگوید که در هیچ عملیات علیه ایران شرکت نمی کند. اسرائیل میگوید که در یک زمان مناسب به حمله ایران پاسخ می دهیم. ایران یک کشتی مرتبط با اسرائیل را در تنگه هرمز توقیف کرد. سفیر اسرائیل در سازمان ملل میگوید که اشجارهای ما درباره تهدیدهای ایران شنیده نشد. نماینده روسیه در سازمان ملل میگوید که حمله ایران نتیجه عدم اقدام شورا در پاسخ به حمله اسرائیل بود. دبیر کل سازمان ملل میگوید که زمان تنش صدایی فرا رسیده است. نخست وزیر استرالیا میگوید که همه توجیهات ایران درباره حمله به اسرائیل را رد میکنیم. وال استریت ژورنال گزارش داده است که مقام های آمریکا پیش بینی میکنند که اسرائیل دوشنبه پاسخ حمله ایران را میدهد. قرقیزستان از اسرائیل و ایران خواست از اقدام نظامی بیشتر علیه یکدیگر خودداری کنند. نماینده ایران در سازمان ملل میگوید که حمله بعدی به اسرائیل تعیین کننده خواهد بود. وزیر خارجه اسرائیل خواستار تروریستی خواند دان سپاه از سوی بریتانیا و فرانسه شد و اند از ایران خواست که در خصوص وضعیت خدمه های اندی کشتی توقف شده همکاری کند. رویدادهای بامدادی را از خراسان اینترنشنال دنبال کردید. بامدادتان بهروز.